بفرمایید، پیش زینبم میتونین حرف بزنین. ممکنه حرفام ناراحتش کنه. اشکال نداره، میخوام بدونم شما راحت باشین. علاقه پسرم به اوکیان؟ علاقه نیست، بیماریه. شما هم چون نتونستین جلوی این بیماری رو بگیرین اومدین اینجا. اگه موفق بشم جلوی کاراشو بگیرم، میتونه یه شانسی داشته باشم. میخوام نجاتش بدم. تنها راهشم جدا شدنش از اوکیانست. هر اتفاقی هم که بین شما افتاده، نمیخوام پسرم بازنده باشه. ضمناً نمیخوام شما هم آسیب ببینید. برای همین اگه میخوای اوکیا رو از دست آمر نجات بدی، از من استفاده کن. اوکیا رو در ازای مادرش ازش بخوام. نمیتونم، چون پسرتون به حرفتون گوش نمیده اومدین اینجا. حتی اگه شما هم بخواین، من نمیتونم همچین معاملهی بکنم. این بین من و اونه. خودم از بیخوبون حلش میکنم. منظورت چی؟ نه، لازم نیست بترسین. تا امروز هیچ وقت قصد جونشو نکردم. این معمولا روش اونه. پس گلولهی که تو کمرشه چی؟ اون اسلحه کشید و وسط درگیری شلیک شد. من دخترم اوکیا رو به روش خودم نجات میدم. الانم باید برم. اگه بخوای میتونم برسونمتون. زینب میتونه همراهیم کنه؟ حتما. نمیخوان که به کمک خواهرم کاری انجام بدی. همچین قصدی ندارم. داداش، لطفا اجازه بده. همه چی حاضره آیهان؟ مستقر شدیم؟ آره پسرم، تمومه. همونجوری که گفتیم اومدیم اینجاییم. الان منتظریم اکیپ بعدی هم برسه. باشه داداش، وقتی گفتم کارو شروع کنید. بله، تو چی؟ دارم میرم نقشمونو تضمین کنم. پسرم، اگه اون کارتون تموم شده ببرش بذارم تو کامیون. باید همه رو بذاریم تو انبار. این جبرم خودم میارم. بیا کوچولو، بیا سوار شو. اینا وصل کمال هم؟ آره، یادمون رفته مونده اینجا. میخوام امروز ببرم بدم بهش. اگه لازم داشته باشه خودش میاد میبره. چه لازم باشه چه نباشه، وقتی تو زندان بود جمع کردم آوردم. نمیخوام بیشتر از این اینجا بمونه. ببین، مشکل تو اون جعبه نیست. دهن منو باز نکن. فکر میکنی نمیدونم میری دیدن اون؟
حسین چی کار کنم؟ من مثل تو نیستم. دلم برای بچم تنگ میشه. نمیتونم فراموشش کنم. میدونم از حرفام تعجب کردی. خیلی تعجب کردم. حکایت بین من و عامر چیزی نیست که بشه بهش افتخار کرد. این وسط من از اول تا آخر همش عذاب کشیدم. ولی پسرم پاکترین قسمت تو این قصه است. پسره؟ اسمشو گذاشتیم پویراست. عامر میدونه؟ بله. و بچه‌شو میخواد. فقط بچه‌شو میخواد؟ میدونم عامر تا وقتی با اوکیاس هیچ وقت قلبشو به روی زن دیگه‌ای باز نمیکنه. من اینو قبول کردم. منم همونیو میخوام که شما میخواین. میخوام عامر رو نجات بدم. میخوام کمالاً با بچه‌ش و اوکیا خوشبخت بشن و زندگیشون رو شروع کنن. منم حاضرم برای نجات عامر هر کاری لازم باشه انجام بدم. اقساط وام بانک تارا و آرتا رو جمعه پرداخت میکنیم. مبلغی رو که لازمه آماده کنیم. هر کاری میگم انجام بدیم. پلین خانوم، به اعضای هیئت مدیره زنگ بزنیم. میخوام برای فردا صبح جلسه بزنیم. باید اقساط وامو زودتر از موعد پرداخت کنیم. باید تصمیم گرفته بشه. چشم. ضمناً یه وکالتنامه تنظیم کنیم. محضری باشه. متنش؟ در خصوص اینکه وقتی اوکیا کوسوقلو نیست من بتونم ریاست هیئت مدیره رو به عهده بگیرم. هر جور شما دستور بدید. تیک 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 تیک. اصلا خوشت اومد؟ خیلی خوشش اومده. تنها دل خوشیم اینه که این روزا یادت نمیمونه. بیا ببینم، بیا ببینم. اوکیا، واسط خبر دارم. ویدا خانم پیش لیلی خانومه، به هم زنگ زد گفت نگران نباشی. مهمتر از اون، کمال زنگ زد گفت از اینجا میبرتت. عزیزم، بابونه و رازیانه هم توش هست. آرومت میکنه. فکرم پیش اوکیاست. اونجا همیشه برای اوکیا یه زندون بوده. نگران نباش، اوکیا بلده تحمل کنه. نمیتونم این اتفاق رو حذف کنم. چه میدونم، شاید تاوان دخالت هایی که تو زندگی اوکیا با تو کردم. ای بابا، این حرفا رو نزن. یادآوری گذشته برای هیچ کس فایده ای نداره. دیشبت هم خراب کردی. این چه حرفیه میزنی؟ اگه نمی اومدی پیش من، من میفهمیدم از دست دلخور میشدم. ممنون. بخور دیگه. هرچه زودتر یه خونه برای خودم میگیرم. نه خیر، تا وقتی دیوونه بازی های عامر تموم نشده همینجا میمونی. باشه باشه، بعدا یه خونه قشنگ برات پیدا میکنیم. نگران نباش. قبوله؟ قبوله. بله پلین. خب موضوع چیه اینقدر ضروریه؟ عامر دست به کار شده. بله لیلا. اوکیا رو از خونه در آوردی؟ هنوز نه. چطور؟ الان پلین زنگ زد. عامر میخواد صبح زود هیئت مدیره رو جمع کنه. آها، برای اینکه در نبود اوکیا از هیئت مدیره اجازه پرداخت بگیره. دقیقاً، دقیقاً همون جوری که تو حد زدی. نگران نباش، به اون راحتیا که فکر میکنه نیست. آیهان، فوری وارد عمل بشی.
اوکیا هم از اون خونه میاد بیرون، هم نمیذاره آمر مجوزی رو که میخواد از هیئت مدیره بگیره. باشه بچه درسمون شروع میکنی. گوش کن پسر، شروع کن ببینم چیکار میکنی. عملیاتو شروع میکنیم. آره قربان، وکالتنامه‌ای که خواستی بفرستیم اوکیا خانم امضا کنن؟ نه، خودم شخصا ازش امضا میکرم. حاضری اصلا؟ بابا دیگه میاد نجاتمون میده. هیچ کس نمیتونه ملکه و شاهزاده رو تو این قلعه نفرین شده حبس کنه. اوکیا خانم گاز نشتی داره. فلکه رو بستیم؟ بله. گزارش چی دادیم؟ زنگ زدیم دارن میان. باشه، همه برن تو حیات. فوری اوکیا و دنیز رو ببرین تو حیات، منم تو راهم دارم میام. اوکیا رو از این خونه میبر، به قیمت جونم هم تموم بشه اوکیا رو از اینجا میبر. چشم از اوکیا و دنیز بر نداریم، اگه تا وقتی من برسم گم و گور بشن پدرتون رو در میام. خوبی داداش؟ بد نیستم. چه خبره؟ شما چطورین؟ مامان اینا خوبن؟ خوبن، همه خوبن، مشکلی نیست. تو چطوری؟ خوب میشم. تو یه چیزیت هست. تو میخوای من و اوکیا به هم برسیم؟ این چه سوالیه؟ معلومه که میخوام. پس یه کمکی ازت میخوام. پس اینا کجا موندن؟ والا گفته بودن 10 دقیقه ای میرسن. اومدن. از اینجا گزارش داده بودین؟ بله، من خبر دادم. خط کزجغلو اینه دیگه. بله همینه. وقتی زنگ بزنن میفته رو خط ما دیگه. بله درسته. الو، من میخواستم گزارش نشتی گاز بدم. 10 دقیقه دیگه اونجاییم. تأسیسات کدوم طرفه؟ اون طرف. شما محض احتیاط با بچه بیرون بمونید. اوکیا خانم، لطفاً از جلوی خونه زیاد دور نشین. لابد فکر کردیم با بچه میپرم جلوی ماشینا؟ ولی عامر خان گفتن اسم اونو نیار. به قدر کافی اعصابم خورده، هرسم و سر تو خالی میکنم. اوکیا خوبی؟ عزیزم بشین. مگه این که از روی جنازه من رفتیم که بتونین اونو ببرین؟ اوکیا بودو برو تو. دیگه دقیقا ببینم، تو حتی ارزش کشته شدنم نداری. اوکیا نترس اصلا، با هم اینجا میریم. ها منو نکشید، نمیتونین از اینجا برین. اینو میخوای؟ میخوای جلوی دنیز تیر اندازی بشه جون اونم به خطر بندازی؟ زود باش. گفتم بیا این با. اوکیا نترس، نترس. بیا اینجا میریم با هم دیگه، نترس. بیا عزیزم، بیا. آیان، من نمیخوام بلایی سر کسی بیاد. بس کن، سوار شو. این یارو ترس نداره.
نوکیا. آیهان شما بری. این کوچه که سهله، تا وقتی از این منطقه دور نشدن تغییرشون کنین. بچه ها بریم. اصلا عاقل نمیشین. مجازات کسی که حرف گوش نکنه چند برابر میشه. بالاخره دیر یا زود از این خونه میرم. کمال هر طور شده یه راهی پیدا میکنه. دنیزو بر میدارم و میرم. چی شد داداش؟ بچه درس خون. نتونستیم اوکیارو بیاریم. اون مرتیکه ی آدماش. حالا برات تعریف میکنم. فعلا. همه ی جاده رو کنترل کردیم؟ بله قربان، کسی نیست. پاشو، وقت تموم شد. بدون دخترم هیچ جا نمیرم. نمیتونی هر غلطی دلت میخواد بکنی و بعدم با خیال راحت به زندگیت ادامه بدی. نمیام. میخوای بازم قوانین فیزیکو تست کنم؟ اینو در شأن خودت میبینی؟ حتما باید بالا سرت زور باشه. تا فردا زور از جلوی چش همه دور میشیم. بعدن به تنبیهت فکر میکنم. از ترس اینکه کمال از این خونه نجاتم بده داری زهره ترک میشی. را بیفت. ازت ممنونم. ممنونم که همراهی کردی. خواهش میکنم. همون جور که گفتم، من حاضرم همیشه تو هر شرایطی باهاتون همکاری کنم. دنیزم باید با هم بیاد. جدا جدا جاتون امتره، حداقل برای من. تو این مورد نمیتونی مجبورم کنی. دنیزم باید بیاد. همه ی شانساتو از دست دادی. زود باش سوار شو. بلم کن. دنیزم باید بیاد. گفتم سوار شو. بدون دخترم هیچ جا نمیرم. عامر چه خبره؟ دیگه تکرار نمیکنم. سوار شو. زینب، دنیز رو به تو میسپارم. چه خبره عامر؟ اوکیا رو داره کجا میبره؟ احتمالاً به زندون جدیدش. بله داداش، من میخوام یه چیزی بهت بگم، ولی فوری عصبانی نشو. باشه. باز چی شده؟ من الان تو خونه ی عامرم. تو اونجا چی کار میکنی؟ خواهش میکنم قبل از اینکه عصبانی بشی گوش بده. مشکان خانم آورده بودم. وقتی رسیدم اوکیا و عامر داشتن از خونه میرفتن. داشت اوکیا رو به زور میبرد یه جایی. اوکیا بهم گفت دنیزو به تو میسپارم. به جز مادر عامر کسی تو خونه نیست. بهتره من بمونم پیش دنیز. فکر نکنم عامر تا شب اوکی رو ولش کنه. باشه. باشه. یکی یه دونه ی عمش. عزیزم تو چقدر بزرگ شدی. باورت نمیشه چقدر زود بزرگ میشن. نگاهاشم عوض شده، انگار همه ی حرفامونو میفهمه. دختر عاقلم. بچه خودتم که باشه فرقی نمیکنه. جلوی چشم خودت انقدر سری بزرگ میشن که بعضی وقتا نمیتونی بهش. به نظرم جواب بده. مامان جون. دخترم میدونی من کجا؟ یادت وسا
وسایل کمال مونده بود پیش من از اون خونه قبلیش. اون نتونست بیاد وسایلشو ببره، من براشو بردم. اینو برای بابا بهانه کرده دیگه، ولی هدف دیدن من بود. ای بابا، مگه من برای دیدن بچه هم دنبال بهانه میگردم؟ چه حرفایی. دیگه برای با هم بودن بهانه‌ای بزرگتری لازم داریم. اینا جواب نمیده. اومدم ولی کسی خونه نیست. آخه من اومدم خرید، خونه نیستم. باشه، پس من این پایین یه جایی منتظرت میمونم، اینجا مثل هتل میمونه. مامان تو چیز کن، برگرد خونه. من یه وقتی بابا نباشه میام پیشت. باشه، تو نگران نباش، من خوبم. پیش داداشم هم دیگه. تو این دنیا هیچ جا امن‌تر از پیش اون نیست. نگران نباش، این دفعه قدرشو خوب میدونم ماما جون. اونجا بچه هست؟ صدای بچه میاد. مامان جون گفتم که بیرونم، تو خیابونم. میشه بعدم به زنگ بزنم؟ باشه دختره، باشه. باشه، میبینمت. عشق من، عزیز دل عمش. مامانم این اواخر خیلی نگرانمونه. تو کسی هستی که سر دوراهی موندی؟ بین قلب تو خونوادت، بین مرد مورد علاقت و غیر ممکنا، بین رویاها و واقعیت ها. ولی سعی کن اینجوری نباشی. هیچ وقت فراموش نکن هرچی سن آدم بیشتر میشه، بیشتر شخصیتش شکل میگیره. تبدیل به آدمی میشیم که خودمون خلقش کردیم. هیچ وقت مردد نباش. از این به بعد طرف کسی رو بگیر که تو رو میخواد. اگه یه موقع بین رویا و واقعیت گیر کردی، واقعیت رو انتخاب کن، هر چه قدم که سخت باشه. خیلی سعی کردم پسرتون رو دوست نداشته باشم و فراموشش کنم، ولی هر دفعه یه چیزی تای دلم مانع شد. اگه بشه واقعیت رو عوض کرد چی؟ جوری که همه تو جایگاه درست خودشون باشن. اگه بشه همچین آینده ساخت چی؟ اونجوری آینده خود به خود ساخته میشه. درسته. منو داری کجا میبری؟ باز کجا میخوای قایمم کنی؟ میشنوی؟ با زندانی کردن و کشتن من نمیتونی تو این جنگ پیروز بشی. هنوز اینو نفهمیدی؟ هنوز نتونستی شکستو به اون قلب و مغز کثیفت حالی کنی؟ تنهایی؟ محموله همراه من. همون جوری که گفته بودین میریم جایی که گفتین. منو کجا آوردی؟ اینجا کجاست؟ پیاده شو. خدا ازت نگذره، هر کاری هم بکنی موفق نمیشی. به زودی دیگه اسمی واسط نمیمونه که با پول بتونی آدم اجیر کنی. امضاش کن. به هیچ وجه بهت وکالت نمیدم. امضا کن.
اینطوری نمیشه. این کار باید رسمی انجام بشه. اون کارا انجام شده. امضا میکنی تموم میشه. تو نه تنها میخوای منو از کمال جدا کنی، بلکه سعی میکنی از هیئت مدیره هم بیرونم کنی. مکار. امضاش کن. نکنم چی؟ چیزایی که نمیخوام بگم. حال توضیح دادن ندارم. امضا کن، وگرنه بعد جوری سپرایز میشی. خوشت میام؟ برهوت، زیبا، ناام. از قیافت معلومه فهمیدی که اونقدر از شهر دوریم که کمال نمیتونه پیدات کنه. زود باش، برو. من دیگه از این خدافزیای شبونه خسته شدم. تموم میشه. باور کن دارم روز شماری میکنم. پس یه هدیه کوچیک واسط دارم. اون چیه؟ برای اینکه وقتی منتظری حوصلت سر نره. ببند دستت. بده ببندم. حتی تو حمومم بازش نکن. باشه. این روزا میگذرن، بعدش دیگه فقط با همین. بس دستش؟ بهش که نگفتیم اون ساعت چی ها؟ نخواستم نگران شه. حداقل اینطوری فعلا خیال ما راحته. آره، ولی فکر نکنم تا وقتی دادخواست طلاق ادامه داره عامر راحت بشینه. برای همین یه لحظه هم چشمم رو از اوکیا بر نمیدارم. هر جا اوکیا هست منم اونجا. امشب با ساعتت کاری نداری. وقت غذای دنیز، خواب دنیز، حموم دنیز همش دست منه و تا هر وقت که بخوامم دست من میمونه. میگم بیا اولین شب سفرمونو با یه بازی ساده بگذرونیم، مثلا بازی چوبه دار. یادته که یه کم گذشته، یک کم آینده، یه مقدارم تقدیر. من که خط خودم رو کشیدم. حاضرین زهیر؟ بله ما حاضریم رئیس. خب پس شروع میکنیم. بذار فکر کنن اسلحه نداریم. جوون و حسابشو برسیم؟ وقت همبازی خوبی نبودی. یه حرف با صدا بگو. بگو دیگه. او حالا یه دونه هم بی صدا بگو. نه زود داری میبازی. اگه شانس تو از دست ندی شاید بتونی برنده بشی. ببین تبدیل به چه آدمی شدی. ببین کی منو تبدیل به همچین آدمی کرده. کمال
میدونم میخوای اینو بگی. جواب غیر از اینم نمیتونه باشه. آره کمال، کسی که هر چقدر هم سعی کنه از این بازی چوبه دار فرار کنه نمیتونه از اعدامش فرار کنه. بازی که آخرش معلومه همینقدر میتونست لذت بخش باشه. دیر کردین. من چه میدونم بچه درس خونی، نابغه یه چیزی گرفته دستش، این نقشه ما رو از تو کوره راه ها آورد اینجا رسیدیم پیشت. به مقصد رسیدیم؟ نه، تازه قراره برسیم. خب دوستان، تقریبا گریز تموم شد. ما با تماشای فیلم های پلیسی بزرگ شدیم، باید آخرش رو خوب تموم کنیم. زود باشیم، بفرمایید. من که پیاده شدم در رو گفت کن. دستش خیلی سنگین بود، لگدش هم خیلی بد بود داداش. لعنتی، گولمونو خوردن؟ چه جورم واقعا. پس از طرف تو حله؟ همه جوره حله. خیالت راحت باشه بچه درس خون، همه چی حاضره، نترس. خوبه، آوردی؟ پس بفرستیمش هوا. کدومتون وز کرد؟ من وز کردم. آی قربونه دستت دارم، بذار ببینم کار میکنه. آخ سینم. خیلی خوب کار میکنه. یواش گاز نده، ما هنوز لازمت داریم. اوی پسر این چجوری پرواز میکنه؟ سفینه هست؟ آی خان چی شو؟ دیس همه چی حله. یعنی ماهی داره میافته تو تو. الان را افتادم، وقتی برسه استانبول خبر میده. منم به مزه این که زردک و بردارم میرم سراغش. زهیر بی سر و صدا جوری تعقیبش کن که متوجه نشن. وقتی بهت گفتم جلوشو بگیر دست به کار شد. باشه. تو چی کار کردی؟ کجایی؟ اوکیا رو تعقیب میکنم.
یعنی بدون مشکل کار میکنه. پس چی؟ چون از آدم مطمئنی گرفتیم. وای رئیس، ای داداش گلم، قربونت برم. میگم رئیس، به نظرت این روش جواب میده؟ یعنی میگی عامر وقتی بفهمه دنبال خلیلیم اوکیا رو ول میکنه؟ چون عامری که من میشناسم عمرن اوکیا رو ول نمیکنه. ظهیر هنوز نفهمیدی وقتی پای منفعت عامر وسط باشه چقدر خودخواه میشه؟ فقط ترس از زندون باعث میشه بی فکر عمل کنه. ترس از زندون. باید فکر کنه من به خلیل نزدیک شدم. این تنها چیزیه که هر جا باشن باعث میشه اون کسافت از اوکیا دور باشه. زود باش عجله کن، رو سیام نکن، زود باش. چی شد؟ پسر این پرنده رو بگیر، الان من میخونم به درخت ها. بگیر 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 بگیر. من میرم بخوابم. هنوز بازیامون تموم نشده. گوش میدم. راهمونو بستن. اصلا بهونه نیار. دست به سرشون کردم. خلیل پیشمه. چند نفر بودن؟ 3 نفر. کمالم بود؟ فکر نکنم، هیچ کدومشون به قد هیکل اون نبودن. برین انبار، الان میام اونجا. چشم قربان. مثل بقیه یه شبا امشبم تنها میخوری. از چی اینقدر ترسیدی که این سر کو منو تنها میذاری آمیر؟ ها؟ بگو دیگه. نکنه کسی داره به خاطر تو میاد اینجا؟ چه نقشه‌ای داری کم؟ چشماتونو خوب باز کنیم که به جاشون دوتا سوراخ باز نکنیم. چه درست خون نوبت ما کی میرسه؟ صبر داشته باش، قدم به قدم. اول باید حواس اینا رو پرت کنیم. باشه پرت کنیم، ولی من هنوز نفهمیدم این چیه، چجوری پرواز میکنه. اونم میفهمی. آخه ما با این میخواییم چی کار کنیم؟ این خرچنگ پرنده به چه دردمون میخوره؟ عزیزم این ماسکو بزن، دارم میام ببرمت. قهرمان من آیهان، وقتش بچه ها دست به کار بشن. باشه بچه دست کن، به امید خدا. اوکیو اوکیو